بحث من عمدتا متوجه هست به اینکه روحانیت شیعه چگونه رامسازی جمعیت داخل کشور رو به انجام رسونده. امروز خب روشن هست بسیاری از اقشار اجتماعی در ایران در عین اینکه از وضعیت چندان راضی نیستند، اما به پا هم نمیخیزند، علیه روحانیت شیعه اقدامی هم نمی کنند. مشخص هست که سیاست‌های رامسازی تا حد زیادی مؤثر بوده، داره عمل میکنه. پرسش اینجاست که چگونه روحانیت شیعه توانسته بخش قابل توجهی از جمعیت کشور رو رام و آرام نگه داره، اون هم در برابر سیاست‌هایی که بسیارش قساوتمندانه هست، به ضرر کشور هست، مسیر نادرستی رو کشور داره میره، سیاست‌هایی که مبتنی است بر تقلب، فساد، دروغ، اموری که در جوامع نباید به راحتی تحمل بشن. چگونه روحانیت شیعه جمعیت کشور رو رام و آرام نگه می‌داره؟ قبل از اون من به دو نکته اشاره بکنم. در دو برنامه قبل وقتی که صحبت من در مورد غیر عقلانی و غیر علمی بودن آموزه‌های روحانیت شیعه بود، مرتکب یک اشتباه شدم، تعداد نمازهای روزانه رو 11 ذکر کردم که درستش 17 هست. دوباره که نگاه کردم، یکی از دوستان هم برای من ایمیل زده بود و متذکر این نکته شده بود، خودم متوجه شدم که این اشتباه رو کردم و در برنامه باید این رو تصحیح کنم. نکته دیگری که در برنامه مطرح شد و مورد توجه برخی از دوستان قرار گرفته بود، چند ایمیل هم داشتم در این مورد. برخی از دوستان میگفتن که همراه کسانی که در خانه نشسته بودن و برنامه رو میدیدن، افرادی احساس میکردن که به مقدسات ممکنه توهین شده باشه، چون خب برنامه عمدتا نقد قرآن و نقد آموزه های روحانیت شیعه بود. برخی ممکنه که احساس بکنن که برخلاف آموزه های مذهبیشون صحبت شده یا اونها به نقد کشیده شدن و اینها رو به خودشون بگیرن. سخن من این هست که ما باید ظرفیت ذهنی و ظرفیت فکری جامعه رو باید بالا ببریم. فراتر از بحث توهین، مشخص هست کسانی که توهین میخوان بکنن از ادبیات مشخصی استفاده میکنن که اصولا من نیازی نمیبینم که به اون ادبیات متمسک بشم، اما بحث نقد بحث دیگری است. من معتقد هستم که همه متون رو از جمله متون مذهبی رو میشه مورد نقد و کنکاش قرار داد و با معیارهای عقلانی، معیارهای علمی میشه اونها رو مورد پرسش قرار داد. همین بحثی که در مورد تعداد رکعت‌های نماز یا تعداد روزهای مربوط به روزه گرفتن اینا رو مطرح کردم، واقعا در هیچ چارچوب عقلانی شما یا علمی نمیتوانید از اینها دفاع کنید. مثلا در مورد روزه، خب هم گفته میشه که این برای سلامتی جسم خوبه و هم به معنویت افراد کمک میکنه. خب کسانی هستن چنین اعتقاداتی دارن و اینها رو اجرا میکنن، اما اینکه چرا 30 روز، هیچ منطقی پشت سرش نیست، چون افرادی ممکنه که در سال با 5 روز روزه گرفتن به سلامت خودشون کمک بکنن، افرادی ممکن هست که نیاز داشته باشن 150 روز روزه بگیرن. این گذاشتن زمان، محدود کردنش به 30 روز، روزه واجب نه روزه مستحب، واجبش به 30 روز قابل پرسش هست، هر کسی میتونه این رو مورد پرسش قرار بده. یا اینکه رکعات نماز چرا باید 17 تا باشه در روز، افراد میتوانند کمتر یا بیشتر نماز بخونن، بیشترش خب البته نمازهای مستحبی میتونن بخونن، ولی چرا کمترش نمیشه؟ یک کسی ممکنه با خواندن یک رکعت یا دو رکعت نماز در روز به نیازهای مذهبیش پاسخ بده. کاملا اینا بحث‌های فرا عقلانی است، یا به یک معنا بگیم غیر عقلانی است یا غیر علمی است. در مورد داستان‌های قرآن هم که من خدمتتون توضیح می‌دادم، اونها هم هیچ کدومش با آنچه که در تاریخ محقق شده همخوانی نداره، یعنی کسی نمی‌تواند اینها رو با رویدادهای گذشته انطباق بده. بیشتر داستان هست، داستان‌های تخیلی است که برای مردم گفته شده. البته داستان‌های تخیلی می‌توانن آموزنده باشن، اینطور نیست که حتما جنبه آموزندگی ندارن. بسیاری از داستان‌های تخیلی میتونه آموزنده باشه، اما باید حواسمون باشه که اینا داستان‌های تخیلی است و نه واقعیت. متأسفانه روحانیت شیعه داستان‌های مذهبی رو به عنوان
واقعیت اونچه که اتفاق افتاده به جامعه ایران عرضه میکنه. نکته دیگری که قبل از ورود به این بحث مربوط به سیاست رامسازی میخواستم خدمتون عرض کنم، صحبت آقای جوادی آملی بود در هفته گذشته. آقای آملی رو در ایران به عنوان یکی از مراجع تقلید معرفی میکنن. ایشون در طی 20 سال گذشته هم همواره به عنوان فیلسوف رژیم، فیلسوف رسمی جمهوری اسلامی به جامعه عرضه میشده. البته شما وقتی به کنه مطالب ایشون برید میبینید که سخنان ایشون بخش قابل توجهیش سخنان فکاهی و خنده آور هست. بسیاریش دانش‌های مربوط به 1500 سال پیش هست که ایشون داره امروز عرضه میکنه و توصیه‌هایی هم که ایشون میکنه یا مواضعی که میگیره یا سخنانی که میگه هیچ گونه ربطی با عالم واقع نداره. ظاهرا در یک عالم دیگری ایشون داره زندگی میکنه. در هفته گذشته ایشون گفته بود که روحانیت نه بیراهه میرود و نه راه کسی را میبندد. این عین سخن ایشون هست. حالا یک کسی ادعا بکنه که ما بیراهه نمیریم، خب حق همه افراد هست که ادعا کنن که مسیر بیراهه نمیرن. اما تکه دوم سخن ایشون ما هزاران شاهد داریم که برخلافش رو حکایت میکنه. اینکه راه جلوی راه دیگران رو نمیگیرند، اصولا روحانیت شیعه بالاخص در طی 14 گذشته هر اقدامی که میکنند، هر روشی رو که برمیگزینند برای این هست که جلوی راه دیگران رو بگیرند، مانع ایجاد کنند برای اینکه دیگران به اون مسیری که یا طریقی که میخوان زندگی کنند نرند. با انواع روش ها، حالا بخشش ارعاب و کشتن و شکنجه و روش های تنبیهی است، بخشش هم روش های تشویقی است. به یه عده چادر میدن، پول میدن، کارخونه میدن، امکانات میدن، زمین میدن برای اینکه اونها رو وامدار روحانیت شیعه کنن و اونها بر طبق نظر روحانیون شیعه زندگی کنن. سخنی است کاملا بی اساس. اینکه روحانیت شیعه راه کسی رو نمیبنده، روحانیت شیعه اصلا اساسش بر این بوده است که راه افراد رو ببنده، راههایی رو که خلاف مسیری که خودشون درست میدونن تلقی میکنند. این حالا قبل از انقلاب قدرتشو نداشتن، همین حرفا رو میزدن، ولی خب در طی 14 گذشته اینها قدرتشو دارن و اقدام میکنند و نمیگذارن که مردم به راه خودشون برند. خب و اما بحث مربوط به سیاست رامسازی و آرامسازی. در هفته گذشته یکی از رخدادهای سیاسی که در جامعه امریکا رو واقع شد، صدور فرمان مربوط به فرمان ضد تروریستی آقای ترامپ بود و ممنوع کردن اینکه از شهروندان 7 کشور برای مدت 3 ماه نمیتوانند وارد امریکا بشن. خب این مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت. برخی خب دانشجو هستن یا خانواده دارن، میخوان برن بیان، معترض این موضوع بودن. خب از اون طرف هم کسانی که معتقدن که این حکم باید صادر میشده، خب حرفشون این هست که من فقط در مورد ایرانش دارم صحبت میکنم، معتقد هستن که جمهوری اسلامی چون یک رژیم تروریستی هست، خب تروریست میفرسته این ور اون ور اقدام میکنن. در امریکا هم این کارو کردن. از ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی اولین موردش در بتستای مریلند رخ داد و یکی از افرادی رو که مخالف جمهوری اسلامی بودن او رو ترور کردند و اتفاقا ترور کنندش بعدن در فیلم مخمل باف هم ظاهر شد و بازی کرد. امروز هم در ایران داره زندگی میکنه. در جوامع دیگر، در جوامع اروپایی هم بسیاری هستن ترور کردن، آدم کشتن، بعدن در یه معاملاتی با دولت‌های اروپایی اینها رو تحویل گرفتن و در ایران امروز آزادانه دارن زندگی میکنن. سابقه ترور جمهوری اسلامی، ترور پالش شهروندان خودش و چه شهروندان دیگر کشورها، یک سابقه 4 دهه هست، قابل انکار نیست، خیلی روشنه. و خب طبعا باید به جوامع غربی حق داد که از چنین رژیم‌هایی و افرادی رو که استخدام میکنن باید واهبه داشته باشن و اونها رو راه ندن. و اصولا ویزا دادن، صدور ویزا یک امتیاز هست که به شهروندان دیگه داده میشه، یک حق نیست. کسی این حق رو نداره، جز حقوق بشر یا حقوق اساسی یا حقوق مدنی افراد نیست که حتما باید وارد جامعه امریکا بشن شهروندان دیگر کشورها. عکس العمل‌های مختلفی بود، اما عکس العملی که برای من بسیار جالب بود دیدنش،
عکس‌العمل برخی از هنرمندان داخل کشور بود. آقای اصغر فرهادی که فیلمش هم امسال جزء فیلم‌های خارجی نامزد جایزه اسکار هست و خانم ترانه علی دوستی، بعد هم سیلی از هنرمندان دیگر شروع کردن به موضع‌گیری و مخالف خوانی. آقای فرهادی و خانم علی دوستی اعلام کردن که در مراسم اسکار شرکت نمی‌کنن و هنرمندایی هم که داخل کشور بودن اونها همینطور با برچسب زدن به آقای ترامپ و ناسزا گفتن یا حالا برخیشون هم بدون ناسزا گفتن با این سیاست مخالفت کردن. مشکلی که در این گونه مواضع وجود داره، در این گونه برخوردها وجود داره، به نظر من این هست که این سخنان مبتنیست بر نوعی دوگانگی رفتاری، مبتنیست بر نوعی منفعت طلبی، حالا اسمای مختلف میشه برش گذاشت، من توضیح میدم که چرا اینطور هست. اولا مخالفان حکومت، حالا چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، از این رفتارها نباید تعجب کنند، چون توضیح میدم که چرا این رفتارها از سوی این گونه هنرمندان در داخل کشور صورت میگیره. از این رفتارها نباید تعجب کنند، همونطور که موافقان حکومت یا منتقدان حکومت یا در واقع منتقدان دولت‌های خارجی هم نباید از این رفتارها چندان خوشحال بشن. این رفتارها مبتنی بر عرق ملی نیست، برخلاف ظاهرش هیچ گونه عرق ملی درش دیده نمیشه، چون در همه مواردی که غرور ملی ایرانی ها لکه‌دار میشه این گونه افراد ساکت هستن، در هیچ موردی هیچ موضع‌گیری نمیکنن، ولی یک باره در این گونه موارد میان و موضع‌گیری میکنن. اگه بخوام براتون مثال بزنم، مثالش به نظر من خیلی روشن کننده هست. درست مثل کسی میمونه که فرزندانش یا خویشاوندانش مرتکب قتل میشن یا فسادهای بزرگ صورت میدن، در برابر اونها سکوت میکنه. اما اگر بچه های همسایه مثلا بستنی زیادتر بخورن یا نوشابه گازدار بخورن، به اونها تذکر میدن. این تذکر دادن ها و این مواضعی که در برابر دولت های غربی اینها میگیرن بسیار شبیه هست به همین نوع رفتارها. حکومت جمهوری اسلامی هر گونه حقی رو از شهروندان ایرانی زائل کرده. هیچ شهروندی دارای هیچ حق بنیادی و اساسی نیست. یکی از نمونه‌های خیلی جالبش کسانی که در خارج کشور زندگی میکنن اینها و مخالف حکومت هستن و به خاطر مخالفت از کشور خارج شدن، اینها اگر وارد ایران بشن در فرودگاه اونها رو بازداشت میکنن. مواردش هم بسیار زیاد هست، کافیه یه جستجوی کوچولویی بکنید تو گوگل ببینید چه کسانی در فرودگاه بازداشت شدن در طی این چند سال اخیر. حالا من از ابتدای شکلی جمهوری اسلامی رو اونجا نمیرم، همین در همین چند سال اخیر ببینید چند نفر ایرانی وقتی وارد کشورشون شدن، وارد زادگاهشون شدن، اینا بازداشت شدن. این حق هست، یعنی افراد حق دارن به زادگاه خودشون برگردن، در حالی که شهروندان ایرانی هیچ حقی برای ورود به امریکا ندارن، حتی حق تحصیل هم اینجا ندارن. اگر بهشون ویزا داده میشه، این نشان دهنده این است که جامعه امریکایی جامعه بازیست، به علم ارزش میگذاره و خب به دانشجویان ایرانی که برخیشون دانشجویان خوبی هستن ویزا میدن، میان برای تحصیل. در برابر این موضوع بسیاری موضع‌گیری میکنن، رگای گردنشون صفر میشه. اما در برابر اینکه افرادی ایرانی به زادگاهشون برمیگردن برای اینکه پدر و مادر پیرشون ببینن، خانوادهشون رو ملاقات کنن، اونها در فرودگاه بازداشت میشن. هیچ عکس‌العملی ما از سوی این گونه افراد در طول 14 دهه گذشته ندیدیم، چون اون گونه عکس‌العمل ها هزینه داره، این گونه عکس‌العمل ها مخالفت با ترامپ فایده داره. خب چه فایده هایی داره؟ دو گونه فایده روشن داره. یک بخشش تبلیغات که در جوامع غربی بلخص در ایالات متحده، خب اخبار مربوط به مخالفت آقای فرهادی در شبکه‌های تلویزیونی مطرح شد، فیلم ایشون الان در پرده سینماست، اینا به فروش فیلم آقای فرهادی خب کمک میکنه. اینجا بحث کسب و کار هست، این گونه مواضع به کسب و کار اینها کمک میکنه. در داخل کشور هم در واقع سیگنال رو به مقامات جمهوری اسلامی میده که ببینید ما داریم چه میکنیم، ما رو کاری نداشته باشید،
به منافع ما سر جاش باشه. اگر هم گاهی اقداماتی انجام میدیم، مثلا آقای فرهادی میاد در خارج کشور با خانم ها دست میده، یا خانم علی دوستی در مراسم کن شرکت میکنه با بلوز و شلوار بدون مانتو و موهاش بخش قابل توجهش بیرون هست، به اینها کاری نداشته باشید، چون ما داریم به شماها خدمت میکنیم. اتفاقا خیلی جالب بود، بلافاصله بعد از اینکه خانم علی دوستی اعلام کرد که در مراسم اسکار شرکت نمیکنه بر اساس اعتراضی که به این حکم حکومتی آقای ترامپ داره، آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که آخوندزاده هست کاملا از در پشتیبانی از خانم علی دوستی در اومد. کسانی که در خیابان، اگر شما به عکس خانم علی دوستی در مراسم کن نگاه بکنید، اگه این خانم با همین لباس ها با همین سر و وضع در تهران در جشنواره فجر ظاهر بشه، اینا رو معمولا میگیرن، اذیت میکنن، میبرن، انواع و اقسام کارهایی که در طی این 14 انجام دادن بر سر این افراد میارن، به دلیل اینکه مانتوشون بنزه کافی بلند نبوده، لباسشون روشن بوده، آرایش داشتن، چند تا موشون بیرون بوده. در سالهای اخیر در مراسم مربوط به جشنواره فجر عکساش هست، پلیس میگذارن، نیروی انتظامی میگذارن، با ون اینا رو جمع میکنن میبرن. این خانم علی دوستی که اگر در تهران با اون وضعیت ظاهر بشه بازداشتش میکنن، مورد تمجید آقای لاریجانی قرار میگیره به خاطر این نوع موضع‌گیری. این موضع‌گیری خب اون طرفش رو گفتم که در خارج کشور چه فوایدی برای اینها داره، چون اینها فضای سیاسی و تبلیغاتی خارج کشور رو میدونن، از این موقعیت‌ها استفاده میکنن برای در واقع تبلیغ و ترویج کارها و آثارشون. در داخل کشوری از هر دو طرف دارن استفاده میکنن، در داخل کشور هم این گونه موضع‌گیری ها معمولا به نفع این هاست، چون دارن به رژیم اعلام میکنن که ببینید ما با مواضع ضد امریکایی ضد غربی شما داریم همراهی میکنیم، ما رو کمتر کار داشته باشید. چون اینا از جنس هنرمندان کاملا خودی نیستند، از جنس آقای دهنمکی نیستند، یا از جنس آقای ابوالقاسم طالبی نیستند، یا از جنس آقای ابراهیم حاتمی‌کیا نیستن که فیلم‌های خودی می‌سازن. فیلم‌هاشون در مورد بسیجی‌هاست و در مورد نیروهای اطلاعاتی هست و کاملا در بیت، در چارچوب امیال بیت اینها فیلم می‌سازن. خب گروهی هستن که اینجوری نیستن، ولی می‌خواهند که حکومت هم کار زیادی با اونها نداشته باشه، نه محدودیت‌های چندانی براشون ایجاد بکنه و نه در کارشون خلل ایجاد کنه، بلکه بتونن منابع بگیرن. چون در ایران اصولا ما فیلمسازی مستقل، فیلمسازی برای مردم نداریم. ما اصولا در ایران، من این رو با تجربه تقریبا 4 دهه که ادبیات ایران، سینمای ایران، تئاتر ایران، اینا رو مرتب دنبال میکنم، در ایران هم که بودم مرتب هر سال جشنواره میرفتم فیلم ها رو میدیدم، ما در ایران هنر مردمی نداریم، هنر دولتی است، به دلیل اینکه هنر خرج داره و مردم ایران برای هنر نمیپردازند. طبعا منابع دولتی است، درآمدهای نفتی است که بخشش خرج این داستان هنر میشه و حکومت هم خب چون این رو میدونه از این استفاده میکنه، از این اهرم استفاده میکنه برای خرید هنرمندان. حالا از یه طرف بهشون اعمال میکنه که چه چیزهایی رو نباید نشون بدید، از اون طرف هم به اونها سیگنال میده که چه چیزهایی رو چه سوژه‌هایی کار کنید. از هر دو طرف. اتفاقا دیشب داشتم فکر میکردم که چون شما در وقتی فیلم‌های غربی رو نگاه میکنید، خب صحنه‌ای که آدم‌ها در اتاق خواب هستن بسیار نشون داده میشه، چون شبانه روز 1/3 از وقت آدم‌ها در اتاق خواب میگذره، میخوابن، مطالعه میکنن، تو اتاق خواب با هم حرف میزنن، زن و شوهرها، دوست دختر دوست پسرها با هم صحبت میکنن، تلویزیون میبینن، حالا سکس دارن، انواع و اقسام کارهایی که بنی اعضای بشر در اتاق خواب انجام میدن. جمهوری اسلامی 1/3 زندگی بشر رو اصولا از فعالیت‌های سینمایی یا ادبیات یا تئاتر اینها رو برده بیرون. حالا محدودیت‌هاش خیلی فراتر از این هاست، به کلمات و به نمیدونم صحبت‌ها و به ایما و اشاره‌ها و به همه اینها مربوط میشه. محدودیت‌های عجیب و غریبی است و خب این هنرمندانی که امروز در ایران هستن، نویسندگانی که هستن، مجبورن که اینها رو رعایت کنن، حتی اونهایی که کاملا خودی نیستند. این
مجموعه است که در واقع چارچوب سیاست‌گذاری حکومت برای رامسازی قشر روشنفکر، برای رامسازی نویسندگان، شاعران، نمایشنامه نویسان، فیلمسازان، بازیگران که خب قشر قابل توجهی هستند در ایران و اگر آزاد باشن روی فضای اجتماعی هم مؤثر واقع میشن، به دلیل اینکه تریبون دارن، دوربین دارن، قلم دارن، میتونن حرف بزنن. جمهوری اسلامی اینها رو کاملا با هم با سیاست‌های چماقی و هم با سیاست‌های هویجی کاملا رام کرده. خب یکی از این ابزارهای، حالا من به ابزارهای مختلف این سیاست رامسازی بالاخص در حیطه رسانه‌ها و فرهنگ با جزئیات بیشتری بهش اشاره می‌کنم و افرادی رو که خودم با چشمان خودم دیدم در ایران یا اطلاعات مربوط بهشون منتشر شده به موارد خاصش هم اشاره می‌کنم در هر دو جهت، یعنی هم سیاست‌های چماقیش و هم سیاست‌های هویجیش. به طور خلاصه اگر اینها رو بخوام خدمتتون ردیف کنم، سیاست‌های چماقیش تعقیب قضایی، ارعاب، توهین، بازداشت و محدودیت سفر هست در کنار محرومیت از کار. اینا مجموعه است از سیاست‌هایی که برای رامسازی در وجه سلبیش، در وجه تنبیهیش معمولاً انجام میشه. اما از اون طرف کسانی که ساکت هستند یا مجیزگوی حکومت هستند، اینها مشکلی برای در رفت آمد ندارند، بهشون بودجه و امکانات کافی برای کارهایی که میخوان انجام بدن داده میشه، بلندگو بهشون داده میشه، به تلویزیون دعوت میشن، در مجامع عمومی از احترام از اونها به احترام ازشون یاد میکنن، براشون مراسم بزرگداشت برگزار میکنن و انواع و اقسام به انواع و اقسام روش‌ها از اونها تقدیر میشه. کسانی که در چارچوب ایدئولوژی رسمی نظام و اونچه که روحانیت شیعه به دنبالش هست عمل میکنن، مجموعاً با سیاست‌های چماقی و هویجی جامعه رو اینها رام کردن. درست مثل پدر و مادری که، چون اینا به جامعه، به تک تک شهروندان جامعه نگاه روحانیت این است که افراد رو صغیر میدونن. اصلا ولایت فقیه معنیش این است که تک تک افراد جامعه صغیر هستن و باید اونها رو اداره کرد، باید اونها رو رام کرد، باید اونها رو کنترل کرد. خب درست عین پدر و مادری که با بچه 6 7 ساله هم سیاست‌های تنبیهی داره و هم سیاست‌های تشویقی داره. البته پدر مادرها دیگه بچه‌هاشون رو دستاشون دست و پا قطع نمی‌کنن، اعدام اونجاها دیگه نمی‌رن، چون بالاخره این محبت پدر مادری هست. ولی حکومت خب نیازی هم به این حکومت هم به این گونه داستان‌ها نداره. در اون محدوده، حتی در اون محدوده هم پیش میره که افراد رو از بالای پل پرتاب کنه یا توی خیابون تک تیرانداز بیارن و افراد رو بکشن، شکنجه می‌کنن. کارهایی است که در طول این 4 دهه مدام انجام شده و در هیچ لحظه ای اینها متوقف نشده. این توهم است که یه عده‌ای فکر میکنن که با یه سری کارها ما نباید بهانه به رژیم بدیم. حکومت جمهوری اسلامی بهانه نیاز نداره. این جزء طبعش هست که مدام افرادی رو که احساس میکنه که مسیر دیگری دارن میرن و میتونن مؤثر باشن، بالاخص کسانی که میتونن مؤثر باشن، مدام اینا باید مورد تنبیه قرار بگیرن. و به همین علت هم یک ماشین سرکوب وجود داره که این ماشین سرکوب مدام افراد رو مورد سرکوب قرار میده. از همه ابزارها و امکانات هم این ماشین سرکوب برخوردار هست. حالا من تلاش میکنم که این دو سیاست تشویقی و تنبیهی، چماقی و هویجی رو نسبت به اهل فرهنگ، هنرمندان و کسانی که روزنامه‌نگاران و مجموعه افرادی که در داخل کشور هستند، این هر دو بخش رو سعی می‌کنم که با تفصیل بیشتری برای شما توضیح بدم. و اما سیاست‌های تنبیهی برای رامسازی اهل فرهنگ و هنر، ادبیات. یک بخش قابل توجهی از این سیاست‌های تنبیهی متوجه است بر اخذ حقوق بسیار ساده و ابتدایی افراد. خب بخش قابل توجهی از هنرمندان ایرانی و اهل فرهنگ، دانشگاهیان میخواهند که با جوامع غربی در ارتباط باشن. میخواهند بتونن به این جوامع سفر کنن، برگردن، چه در نه در فرودگاه کسی مزاحمشون بشه و نه وقتی برمیگردن مورد سینجیم قرار بگیرن در فرودگاه، یا اینکه زنگ بزنن از
از وزارت اطلاعات یا حفاظت سپاه یا از اطلاعات سپاه یا از اماکن نیروی انتظامی، انواع اقسام ده ها سازمان در ایران هست که کارشون ایجاد فشار و اذیت و آزار هست برای این گونه افراد. دانشگاهی هم در یک کنفرانسی شرکت میکنن، هنرمند هم در یک جشنواره شرکت میکنن، نقاشن، ممکنه مثلا برخی از نقاشیاشون در یک گالری به نمایش در بیاد. حکومت از ابزار صدور گذرنامه، زدن مهر خروجی و بعد هم برگشت در فرودگاه که مزاحمت در افراد وقتی که خسته از راه برمیگردن، هر کسی بخواد بره خونش، از این ابزارها استفاده میکنه برای رام کردن هنرمندانی که میخوان با خارج کشور در ارتباط باشن. اتفاقا شما اگر به تاریخ کشورهای کمونیستی اروپای شرقی نگاه بکنید، اونها عیناً از همین سیاست استفاده کردن. در کشورهای اروپای شرقی، در برخی از اونها، چون هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران، رمان نویسان، انواع و اقسام اینا میخواستن که به اروپای غربی برن و بیان، به امریکا برن و بیان، از این ابزار استفاده میکردن برای اینکه اونها رو ساکت نگه دارن و اونها رو رام کنند. و خب بسیار هم در چندین دهه موفق بودن و صدای اعتراض کمتری شما از هنرمندان و اهل فرهنگ در این کشورها میشنیدید. امروز درست از روی نسخه کشورهای کمونیستی جمهوری اسلامی داره عمل میکنه در برابر کسانی که میخواهند با جوامع غربی در ارتباط باشن. اونایی که نمیخوان در ارتباط باشن، از ابزارهای دیگری استفاده میشه. اونها که آثارشون سانسور میشه، براشون دردسر، اگر بخوان تا حدودی ناهمرنگ باشن، غیر خودی باشن، مدام تحت فشار خواهند بود، مدام براشون مشکل ایجاد میشه. اگر سرسختی کنند، اثری مثلا دارن در اینترنت منتشر کنن بدون اینکه برن مجوز بگیرن، مواردش بسیار هست. اگر کاری انجام بدن که مورد نظر حکومت نباشه، مثل آقای جعفر پناهی فیلمی بسازن که مجوز نداشته باشه، خب رو میگیرن، به زندان میاندازن، بر حکم صادر میکنن، 5 سال 10 سال رو از کار محروم میکنن و از ابزارهای تنبیهی قضایی استفاده میکنن، از ابزارهای تنبیهی امنیتی استفاده میکنن برای اینکه افراد رو تحت فشار قرار بدن. در مواردی هم اگر حتی این ابزارها کار نکنه، مثل دهه 70، افراد رو میکشن، مثل نویسنده ها رو، مثل آقای جعفر پوینده یا آقای محمد مختاری و خب لیست بالا بلندی، اینها مشهورترین هاش هستن. در دهه 70 چیزی در حدود 250 نویسنده، هنرمند، فعال سیاسی در داخل کشور، در خارج کشور ترور شدند توسط حکومت آقای رفسنجانی و وزارت اطلاعات آقای فلاحیان و بیت رهبری و سپاه و مجموعه اینها کاملا هم با هم هماهنگ عمل میکردن. اینطور نیست که یک کسی خودسرانه اقدام کنه، چون اینا بناشون بر این هست که باید کسانی رو که سرسخت هستن، استوار هستن در دیدگاهشون و نمیخواهند تن در بدن به این رامسازی، اینا رو باید تنبیه کرد. اگر چند بار تنبیه شدن گوش ندادن، بعد باید اونها رو از صحنه حذف کرد و این کارها رو کردند. یعنی اقداماتی است که در صفحه کاغذ و تئوری باقی نمونده، اینها به عمل در اومده. بدین ترتیب در سیاست‌های تنبیهی این بلایی است که بر سر بسیاری از هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران در ایران اومده. مدام به خانه‌های اینها تلفن میشه و تهدید میکنن، به زنانشون فحش‌های ناموسی میدن، کارهایی است که وزارت اطلاعات و برادران سپاه مدام انجام دادن و هنوز دارن انجام میدن. افراد رو بازداشت میکنن، در کتابخونه، در محل کار بمب میگذارن، آتیش میزنن. این کارهایی است که در طی این 14 مدام انجام شده. متاسفانه برخی از ایرانیان یا بسیار جوان هستن، اینها رو به یاد نمیارن، یا اونهایی که دیدن چون تو اون جامعه دارن زندگی میکنن، فکر میکنن که خوب نیست اینها رو مدام در ذهنشون مرور کنن، احساس بدی بهشون دست میده که تحت چنین حکومتی دارن زندگی میکنن، اینها رو به فراموشی میسپرن. ولی اینها اتفاقاتی است که واقعا در جامعه ایران رخ داده. اینها یک لیست بالا بلندی هست از افراد. یعنی شما اگر
کسانی که آثارشون سانسور شده، بازداشت شدند، شکنجه شدند، کشته شدند. در میان هنرمندان و نویسندگان و روشنفکران اگر نگاه بکنید، جمع قابل توجهی رو میتونید در تقریبا خیلی بعید هست کسی رو پیدا کنید که خودی حساب نشه و این بلاها در سطحی به سر او نیومده باشه. اما طرف مقابل مثالهای بسیار جالبتری داره و به نظر من باید این مثالها رو روشن کرد تا افرادی که دارن از منافع بودن با این رژیم قصاب دارن بهره میبرند، دارن از کنارش در واقع سود میکنند، اونها باید روشن باشه برای مردم که اینها چگونه هستند و بی خودی احترامات زیادی افراد برای اینها قائل نشند. من به چند نمونش اشاره میکنم. در سالهایی که در تهران در همین ایام سالگرد انقلاب 57 جشنواره فجر برگزار میشد، من هم میرفتم و این فیلم ها رو میدیدم. در یکی از سالها برام خیلی جالب بود که آقای مهدی فخیمزاده که قبل از انقلاب در انواع و اقسام فیلم هایی که اصولا مورد تب، من اونها رو داوری ارزشی نمی کنم، معتقدم افراد باید آزاد باشن هر گونه فیلم بسازن، اما این دوگانگی ها دوگانگی های زشتی هست. آقای فخیمزاده که سابقه منفی از منظر حکومتی ها داره، در صف اول نماز در سینمایشون هر شب شرکت میکرد در کنار بقیه برادرهای بسیجی و حزب اللهی که تازه به این صنوف هنرمنده و نویسنده ها پیوسته بودن، با در واقع تزریق شده بودن، ایشون در صف اول حاضر میشد. من خیلی تعجب میکردم که خب چرا ایشون چرا این کارو میکنه. بعدن دیدم که نه، خب انواع و اقسام پروژه های تلویزیونی بزرگ، پروژه های سینمایی بزرگ به ایشون داده شد و از در واقع از این نماز خوندن در سینما در برابر چشمان انبوهی از آدما، برخی سالها خب ماه رمضان بود، سر افطار قبل از اینکه غذایی بخورن ایشون در صف اول حاضر بود و نماز جماعت رو برگزار میکرد. بعدا مشخص شد که اینها همش برای این هست که از حکومتی ها پروژه های لازم گرفته بشه. نمونه دومش آقای عباس کیارستمی. آقای عباس کیارستمی پدیده بسیار جالبی هست از حیث شناخت سیاست‌های حکومت و بعد هم عکس العمل‌هایی که هنرمندان غیر خودی انجام می‌دادن. آقای عباس کیارستمی در طول 14 دهه‌ای که زنده بود و در جمهوری اسلامی کار می‌کرد، یک کلمه انتقادی در مورد رفتارهای حکومت جمهوری اسلامی شما از ایشون نشنیدید، وجود نداره. ولی در مقابلش ایشون به راحتی خارج سفر میکرد، در جشنواره‌های مختلف حاضر میشد، در سفرهاش با خانوما دست میداد، در رستوران‌ها حاضر میشد، شراب میخورد. در تهران، حالا اونی که خارج کشوره، در تهران خانم جولیت پینوش اومدن برای اینکه آقای کیارستمی رو ببینن، مدتی در خانه ایشون زندگی کردن بدون اینکه اینها رابطه محرمیت و شرعیتی داشته باشن. هیچ کس کاری با آقای عباس کیارستمی نداشت. آقای کیارستمی یک چهره بین‌المللی مورد احترام بود برای جامعه هنرمندان در داخل کشور و در خارج کشور. خب چگونه این اتفاق افتاده بود؟ چگونه آقای کیارستمی میتونست آزادانه کارش رو انجام بده در داخل کشور، در خارج کشور بیاد بره و هیچ اتفاقی هم نیفته؟ یک استاد دانشگاه اگر امروز از ایران بیاد بیرون و در یک جایی باشه، شرابی بخوره، او رو از کار بیرون میکنن. یعنی این کارهایی است که برای دیگران انجام شده. برای آقای عباسی کیارستمی کاملا چیز داشت، یک سپر دفاعی داشت، هر کاری که ایشون میکرد هیچ عکس العملی از سوی مقامات جمهوری اسلامی دیده نمیشد. علتش این بود که ایشون در سکوت مطلق بود نسبت به آنچه که در ایران در حال انجام بود. میومد میرفت، نه در داخل کسی از ایشون انتقاد میکرد چون فکر میکردن چهره بین‌المللیه، در خارج کشور هم فکر میکردن که یه چهره چیزه، در واقع ناهمرنگیست و باید به او پرداخت. هر سال در جشنواره کن، در جشنواره دیگه ایشون رو تحویل میگرفتن چون میدیدن متفاوته، چون میدیدن که آدم متفاوتیست نسبت به اونچه که در داخل نظام هست. اما نمونه بسیار جالبی بود آقای عباس کیارستمی از سیاست رامسازی. با
دادن راحت مجوزهای خروج با ورودهای راحت بدون پیگیری، بدون تعقیب، و راحت گرفتن مجوز فیلمسازی در داخل کشور، در خارج کشور. ایشون کارش رو انجام میداد. شرطش این بود که ایشون رام مطلق بود، هیچ گونه سخنی علیه نقض حقوق افراد به زبان نمی آورد. البته آقای فرهادی یکی از اشتباهاتی که داره میکنه، چون اینها دارن به همون مسیر آقای کیارستمی میرن، منتها آقای کیارستمی دیگه بیانیه علیه کاخ سفید و آقای ترامپ و رؤسای جمهوری امریکا هم نمیداد، چون متوجه بود که اینها دوگانگی است و افرادی این دوگانگی ها رو به راحتی بیرون میارن و در مقابل چشمان او خواهند گذاشت. کسی که از آقای ترامپ انتقاد میکنه طبعا نباید از آقای ترامپ 10 روز، 15 روز، 1 هفته است، 2 هفته است که بر سر کاره و باید دید که در سیاستهاش چگونه عمل میکنه. قبل از اینکه مسئولیت کاخ سفید رو هم بر عهده بگیره، نه سابقه کشتاری داره، نه سابقه جنایتی داره، در حالی که آقای خامنه‌ای 4 دهه سابقه جنایت و کشتار داره، چه در ایران چه در خاورمیانه. یک نمونه خیلی سادهش کشتار صدها هزار نفر سوری هست که آقای خامنه‌ای مستقیما در این کشتار نقش داره و دخالت داره و شما اخبارشو میبینید، هر هفته 10 نفر رو از سوریه میارن به عنوان شهدای مدافع حرم در ایران به خاک میسپرن. مسئول کشتار اینها آقای خامنه ای است، یعنی مسئول خونشون آقای خامنه ای است و فرماندهان سپاه هستند. در مقابل اینها خب شخصی مثل آقای کیارستمی کاملا در سکوت مطلق به سر میبرد. اما افرادی هستند مثل آقای فرهادی یا خانم علی دوستی که اینها حد خودشون رو نمیدونن، یعنی حد رام شدگیشون رو، فکر میکنن که باید فراتر از اینکه به حکومت کاری ندارن باید به دول غربی هم بتازن، باید از اونها انتقاد کنن برای اینکه در داخل اونها رو بیشتر تحویل بگیرند. اینها کارهایی است که متاسفانه در طی این چند دهه انجام شده. مشخص هست که یعنی شما اگر به کنه داستان رجوع بکنید در مورد بخش قابل توجهی از هنرمندان و اهل فرهنگ و رسانه ها در داخل کشور، امروز همه چیز کسب و کاره، یعنی هیچ گونه ارزشی، یا اعتقاد میکنن که جامعه ایران امروز جامعه بی اخلاقی است، جامعه است که ارزش های مشخصی رو دنبال نمیکنه، هنجارهای مشخصی رو نداره. خب برای اینکه این رو نگاه به این واقعیت وقوف پیدا کنید، کافی است که به تو اهل هنرش نگاه بکنید. تنها چیزی که برای اونها مهم هست کسب و کاره. هیچ دنبال این هستن که هیچ هزینه‌ای نپردازن برای حرکت هاشون، برای اقداماتی که میکنن، برای کارهایی که انجام میدن. اینجا در امریکا افرادی هستن فیلم میسازن، 90 میلیون دلار، 100 میلیون دلار خرج میکنن، ممکنه که این فیلم موفق باشه، 300 میلیون دلار بفروشه، 500 میلیون دلار بفروشه، ممکنم هست که کاملا با شکست تجاری برخورد کنه. یعنی چیز هست، شرکت بیمه نیست، بیمه نشده همه چیز. در ایران خب هنرمندا میخوان فیلمشون رو بسازن، یک قرون هم از خودشون خرج نکنن، تهیه کننده ها همینطور، نویسنده هیچ کس ریسک نمیخواد، در این حال همه منافع رو هم برای خودشون میخوان. طبعا شما از دل این افرادی مثل آقای فخیم‌زاده یا آقای اصغر فرهادی یا خانم علی دوستی یا آقای کیارستمی و صدها نمونه دیگه مثل اونها در میاد. من اینجا الان به اون بخش خودیش کاری ندارم، اونهایی که اصول در تمام جنایات رژیم شریک هستند، مثل آقای دهنمکی، مثل آقای ابراهیم حاتمی کیا، اینا کاملا به بیت آقای خامنه ای را دارن چیز هستن، اونها خودی هستن، اونها بخشی از نظام سرکوب هستند در داخل کشور، اونها تکلیفشون روشن هست. بخش دیگری از هنرمندا که در واقع در خارج کشور یا در جامعه ایران خودشون رو به عنوان ناهمرنگ معرفی میکنن، با لباس پوشیدنشون، با آرایششون، با رفتارهاشون میخوام بگم که ما مثل اینا نیستیم، ولی واقعا اگر شما در چارچوبهای ارزشی نگاه بکنید، حتی از اونهایی که کاملا با حکومت هستن، اینها رو میشه در درجه پایینتری از مراتب اخلاقی ارزشیابی کرد. حالا بالاخره آقای حاتمی کیا و دهنمکی و ابوالقاسم طالبی و مجید مجیدی و اینایی که برای حکومت فیلم میسازن، اینا معتقدن که خب به سیستم حکومت اسلامی باور دارن،
این سیستم ولایت فقیه رو بهش اعتقاد دارن و از ابتدا داشتن، هنوز هم دارن. میگن مبتنیست بر باورهای دینیشون که باید اینجوری رفتار کنند. ولی اون طرف شما کسانی دارید که هیچ اعتقادی هم به این حرفا ندارن، اما کاملا همه چیز رو رعایت میکنن، اون چیزی که حکومت ازشون انتظار داره و در واقع کاملا رام در دستان حکومت هستن. برای چی؟ برای اینکه هیچگاه هزینه‌ای نپردازن برای رفتارهاشون و از اون طرف هم از همه منافع برخوردار باشن، از منافع مشهور بودن برای مردم، ادعای فیلمسازی برای مردم، ادعای کار برای مردم، از اون طرف هم کاملا در جنب حکومت و از منافع و رانت‌های حکومتی برخوردار بودن. این اتفاقی است که متاسفانه در ایران افتاده. من معتقدم که ما در ایران به دلیل رفتار این شکل و ساختار حکومت در ایران به شکلی هست که شما اصولا نمیتوانید هنرمند، نویسنده یا رسانه مستقل در ایران داشته باشید، چون همه اینها دارن از امتیازات حکومتی برخوردار میشن و همه اینها دارن محدودیت‌های حکومتی رو در محدودهای بسیار زیادی رعایت میکنن برای اینکه کمتر خدشه‌ای برایشون وارد بشه. یعنی من معتقد نیستم که افراد باید خودکشی کنن، بیان مثلا آقای اصغر فرهادی از آقای خامنه‌ای انتقاد کنه، ولی از اون طرف هم ایشون میتواند در برابر رفتار دول دیگر در جوامع دموکراتیک در مقابل اونها میتونه سکوت بکنه. اینکه کسی در مقابل رفتارهای آقای خامنه‌ای کاملا سکوت کنه ولی از آقای ترامپ انتقاد کنه، خب این نشون میده که چیزی در این وسط، یک گیر و پیچ‌های جدی وجود داره، چون هیچکس اجبار نکرده آقای فرهادی رو که مراسم اسکار رو تحریم کنه. اجبار، نه اجبار حکومتی وجود داره نه اجباری از این بر وجود داره. خب ده ها شاید صدها نفر هم هستن که با سیاست‌های آقای ترامپ مخالفن، در مراسم اسکار هم شرکت میکنن، حداقل اگر جایزه شون رو بگیرن خیلی بخوان روشن حرفاشون رو بزنن پشت تریبون وقتی جایزه رو میگیرن، یه انتقاد کوچیکی هم از دولت آقای ترامپ به زبان میارن، جزء حقوقشون هم هست. البته در فقط هم به اون تریبون محدود نمیشه، در موارد دیگر مثلا کسی مثل آقای مایکل مور که امروز داره از آقای ترامپ انتقاد میکنه، این رفتار امروزش نیست، این رفتاری است که 30 سال 40 ساله که این آدم اینجوری است و هویت داره و شما وقتی هم که میبینید که از یک دولتی انتقاد میکنه کاملا میتونید حرفای او رو باور کنید و او رو دارای یک شناسنامه سیاسی، شناسنامه فرهنگی خاصی بدونید. فیلم مستند میسازه، فیلم های مستندش هم مستندهای انتقادی است، شما ممکنه قبول نداشته باشید، شما ممکنه نقد داشته باشید، ولی به او به عنوان یک پدیده اصیل نگاه میکنید. اما انتقادات باسمه‌ای، انتقادات منفعت طلبانه کسانی مثل آقای اصغر فرهادی، خانم علیدوستی، اینها اصیل نیست، اینها مشخص هست که داره کی رو مورد خطاب قرار میده و با چه اهدافی داره این گونه کارها انجام میشه. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی در 14 گذشته بالاخص روحانیون، چون اونها در این زمینه ها آشناتر بودند، هوشمندانه و زیرکانه تر دارن عمل میکنن. اساس کار حکومت بر این هست که باید کسانی رو که دارای تریبون هستن، شناخته شده هستن، ورزشکارها بلخص، هنرمندها، نویسندگان، اینها رو باید رام حکومت کرد و مجموعه از سیاستها رو اینها اتخاذ کردن برای رامسازی در مورد انبوهی از آدمها. هم این سیاستها متاسفانه موفق بوده و ما هیچ وقت نباید اینها رو فراموش کنیم و کسانی رو که رام حکومت هستند رو، حالا در مواردی که جانشون در خطر هست، فرزندانشون در خطر هست، اینا کاملا قابل فهم هست، اما در مواردی جان و فرزندان و هیچی هم در خطر نیست و افراد میان و مواضعی رو میگیرن، صحبتهایی رو میکنن که اصولا فراتر از اون حدیست که افراد برای حفظ جان و خانواده و ایناشون دارن عمل میکنن. مشخص است که مبتنی است بر منفعت طلبی و شهرت طلبی بیشتر و در واقع ارسال سیگنال
برای از طریق خانم علی دوستی برای آقای علی لاریجانی در مجلس که ببینید این سیگنال داره میفرسته، اونم خوب سیگنال رو میگیره، در جلسه علنی مجلس هم این رو عکس العملش رو کاملا نشون میده که سیگنال گرفته شد و ما چیزیم کاملا این شرطی کردن آدم هاست دیگه در سیستم پاولوفی. سیگنال رو خانم علی دوستی میفرسته، آقای علی لاریجانی هم از اون بر میگیره و اینو تقویت میکنه برای اینکه دفعه دیگه باز به همین ارسال سیگنال ها این گونه افراد ادامه بدن. این بحث من اصولا ربطی به هنر افراد نداره. شما میتوانید از یک فردی خوشتون نیاد، از یک فردی خوشتون بیاد، از رفتار اجتماعی، منش اجتماعی فردی رو انتقاد کنید، ولی کار هنریش اون جای دیگر، اون شأن دیگری داره. اینجا بحث من نقد هنری نیست، اون رو باید آثار این افراد رو دید، افرادی که کارشون نقد هنریست. من به بسیاری از افراد در اینجا در همین امریکا فیلمهاشون رو که میبینم به رفتارهای بیرون از دایره فیلمشون انتقاد دارم، ولی اثر هنریشون رو میستایم. یا دوتا موضوع کاملا جداگانه هست، اینها رو باید از هم تفکیک کرد. یک کسی میتونه کارگردان خوبی باشه، بازیگر خوبی باشه، ولی از حیث رفتار اجتماعی رفتارهاش رفتارهای عجیب و غریبی باشه، رفتارهای ناهماهنگی باشه، مبتنی بر ریاکاری و دورویی و دوگانگی و این چیزها میتونه در بیرون از اون داستان کار افراد اتفاق بیفته. همونطور که افراد میتونن دانشمندان خوب باشن، ولی تو خونه مثلا یک کسی ممکنه کمیست خیلی خوبی باشه، شیمیدار خوبی باشه، اما در خونه با فرزندانش، با زنش، با نزدیکانش رفتارهای بسیار زشتی داشته باشه. اینا موضوعات کاملا قابل تفکیکی از یکدیگر هست. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه دهم از دوره هفدهم مجموعه برنامه‌های در غیر این صورت و تا هفته آینده که در برنامه دیگر در خدمتتون هستم، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.